مادری به دنبال اثبات بیگناهی پسرش برای جرم فوق‌العاده وحشتناک. گلاسیا سلام. امروز می‌خوایم ما فیلم مادر محصول 2009 ببینیم. این فیلم محصول کشور کره جنوبیه و یکی از بهترین فیلم‌های این سبک خودش حساب میشه. کلاً دیدید که فیلم‌های آسیایی مقداری محتوای دارکشون بیش از حده. امیدوارم خوشتون بیاد. بریم هم ببینیمش. حواستون به صورت کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم مادری میبینین که وسط یه علفزار داره قدم میزنه و برای خودش شروع به رقصیدن میکنه. حالا میایم به مدت قبل. همین مادر تو مغازه خودش رو داره کار میکنه که یه رفه بیرون مغازه میبینه پسرش دوجون وایستاده و ماشین بهش میماله و رد میشه. دوجون یکم کند ذهن و مادر میدوه کمکش کنه که همین لحظه دوست صمیمی این پسر یعنی جین میرسه و اونو به زور سوار ماشین میکنه تا با هم برن دنبال کسی که بهش زده بود. بعد تعقیب کردنشون به یه باشگاه گلف فرستن که میبینن یه سری پول دارن اومدن اینجا که بازی کنن. جین به زور دوجون رو با خودش میبره بیرون و دنبال اون راه میافتن. چیز دیگه که متوجهش میشه اینه که حتی جین هم رفیقش دونجو رو تحقیر میکنه و بهش میگه تو یه آدم اسکل و کودنی و فقط مامانتی که بهت اهمیت میده. بالاخره این پولدارا رو گیر میندازن و شروع میکنن به دعوا باهاشون، ولی اصلا کتکشون نمیزنن و فقط سعی میکنن کلامی اذیتشون کنن. معمولا پلیس هم سر میرسن و همه رو میبرن پاسگاه و اونجا پولدارا میخوان ازشون شکایت بکنن. شکایتی به خاطر شکستن آینه بغل ماشینشون. کاری که جین انجام داده ولی خب گردن دوجون و اونم خیلی ساده داره قبول میکنه. این وسط یکی از پولدارا به دوجون یه رفعی میگه احمق و انگار این کلمه خیلی عصبانیش میکنه و شروع میکنه به دعوا با طرف که مامورا به زور جلوشون میکنن. به هر حال قضیه تموم میشه و حالا مادر دوجون باید بدهی اون پولدارا رو جور بکنه و بهشون بده. یه چیز دیگه هم توی مخ دوجون رفته. تو باشگاه گلف که بودن جین بهش تیکه انداخته بود و گفته بود تا حالا با هیچ دختری نخوابیدی. حالا به مادرش میگه که من دوست دارم یه بار رابطه داشته باشم تا دیگه دوستام اینطوری مسخرم نکنن. البته مادرش هم خب مخالف این قضیه یا سعی میکنه که پسرش هجوری هست محافظت بکنه. شب بعدی دوجون با دوستش جین قرار میذاره که برن به یه بار تا بتونه با یه دختر آشنا بشه، ولی هرچی منتظر مونه دوستش نمیاد. خودش تنهایی مجبور میشه مست کنه. بعدم شروع به رفتارهای عجیب و مسخره میکنه که باعث آزار و اذیت هم است. در آخر هم از اونجا میندازنش بیرون. آخر شب او داره سمت خونه میاد که متوجه یه دختری میشه که داره تنها قدم میزنه. یکم دنبالش راه میفته تا دختر وارد یه راهروی ترسناک و تاریک میشه که دوجون هم راهشو عوض میکنه. یه رفعه سنگ گنده ای طرفش پرت میشه و دوجون نگاهی بهش میکنه و از اونجا میره. وقتی هم به خونه برمیگره میبینیم با رفتار عجیبی لباسش در میاره و کنار مادرش میخوابه. اصل داستان روز بعد شروع میشه. مامورهای پلیس جنازه همون دختری که شب قبل دیدیمو پیدا میکنن که سرش کلا نابود شده. خیلی زودم دوجون رو به خاطر این قضیه دستگیر میکنن چون چند نفر شهادت دارن که همون نزدیکی ها دیدنش. رفتارشون هم باهاش خیلی بده و مشخصه که از این آدم متنفرن. حتی بهش نمیگن حق حقوقش چیه و اجازه وکیل داشتن هم بهش نمیدن. بعدم کون ذهنش استفاده میکنن و مجبورش میکنن تا یه اعتراف نامه رو امضا بکنه. قرارم است که 15 سال براش زندان ببرن. وقتی مادر به دیدنش میاد براش توضیح میده که من واقعا هیچ کاری نکردم و نمیدونم اصلا چه اتفاقاتی افتاده. مادر به دیدن کارگاه مسئول پرونده میره و ازش خواهش میکنه تا کمکش کنه، اما کارگاه بی کمکی دستم بر نمیاد و تمام جریان تموم شده. چند روز بعد دوجون رو به محل حادثه میبرن تا اتفاقاتی که افتاده رو صحنه سازی بکنه. این وسط مادرش اومده و بین مردم داره کلی آگهی پخش میکنه و ازشون میخواد که کمک بکنن تا ناعدالتی که در حق پسرش شده جبران بشه، چون اون واقعا بیگناه و فقط نفرت دارن این بلا رو سرش میارن. حتی خودش به مراسم سوگواری دختری که از بین رفته میرسونه و سعی میکنه خانواده‌اش رو قانع بکنه، اما اونا حتی از این مادر هم متنفرن و میندازنش بیرون. وقتی بازم نتیجه نگرفته تصمیم میگیره راه دیگه رو در پیش بگیره و این بار میره سراغ یه وکیل خیلی ماهر و انقدر خواهش و التماس میکنه تا بیاد کمک پسرش. وقتی وکیل همراه مادر به دیدن دوجون میان، مادر ازش میخواد که توضیح بده هیچ کاری نکرده. دوجون هم خب گفتم کون ذهن یکم به خودش فشار میگرفت، داد میزنه من هیچ کاری نکردم. اما وقتی که بیشتر ازش سوال میکنم میفهمن داره در مورد همون شکستن آینه ماشین صحبت میکنه. وکیلم که میفهمه اصلا دفاع از این پسر تقریبا غیر ممکنه از اونجا خارج میشه. اما صحبت های دوجون باعث میشه مادر به فکر فرو بره. مادر دوجون میپرسه به نظرت امکان داره که دوست جین این کارو کرده باشه، انداخته باشه گردنت، مثل همون کاری که با شیشه ماشین کرده بود؟ و برای اثبات این حرفش هم یواشکی خودشو به خونه جین میرسونه. با آرومی اتاقها رو میگرده و توی یکی از اتاقها متوجه یه چوب گلف خونی میشه. همین لحظه است که جین همراه دوست دخترش به خونه میان و خب مادر صبر میکنه تا خوابشون ببره و یواشکی از پشت اونا خارج میشه. خیلی سریع هم خودش همراه چوب گلف به ایستگاه پلیس میرسونه و بهشون میگه که من قاتلو گیر انداختم و جینه، میتونید خونه قربانی رو روی این چوبی که از خونش برداشتم پیدا کنید. مامورا هم خیلی سریع جینو به ایستگاه پلیس میارن و چوب رو آزمایش میکنن و میفهمن اون خون نیستش، بلکه رد رژ لبه. جینم با عصبانیت نگاهی به مادر دوجون میندازه و از اونجا خارج میشه.
مادرم در راه خونه است که بارون شدیدی گرفته و مردی رو ببینه که چت میفروشه و پولی بهش میده و ازش چت میخره. یه رفعه سر و کله همون وکیلی که قبلا دیده بود پیدا میشه و ازش میخواد که با هم دیگه برن تا یه جایی صحبت بکنن. وکیل به مادر میگه که من فکر کردم و بهترین راه اینه که به پسرت بگی اعتراف کنه این کار رو انجام داده. الان قراره که پسرت رو 15 سال بندازن زندان، اما اگه اعتراف بکنه نهایتاً 4 سال میندازنش توی آسایشگاه روانی و بعدم آزاده. البته که مادر همچنان معتقد پسرش بیگناه و میخواد اینو ثابتش بکنه. وقتی به خونه برمیگرده میبینه جین اومده توی خونه‌ش و از قبل منتظرشه. جین به خاطر کاری که این مادر کرده و می‌خواسته پلیس لوش بده خیلی عصبانیه. مادرم هرچی پول داره رو بهش میده تا ولش کنه و فقط از خونه خارج بشه. ولی قبل رفتنش یه حرفی به مادر میزنه. بهش میگه که من که این کارو نکردم. ولی اگر مطمئنی پسرت بیگناهه، هر کسی که اون کارو با دختر انجام داده بود می‌خواسته بندازتش گردن پسرت و از قصد اون روی پشتمون گذاشته که همه ببیننش. ولی خیلی راحت میتونه جای دیگه قایمش کنه. مادرم تصمیم میگیره که روز بعدی بیشتر در مورد دختر تحقیق کنه تا بفهمه چه کسی امکان داره این کارو کرده باشه. با یه تحقیق ساده متوجه میشه که این دختر خیلی فقیر بوده، خانواده‌اش هم زیاد پشتش نبودن و همیشه اذیتش میکردن و این دخترم برای اینکه بتونه پول یا غذا به دست بیاره خیلی وقتا کارهای بد انجام میداده، از جمله فروختن خودش به مردا. چند تا سکانس هم از دوجون تو زندان میبینیم. وقتی آدمای دیگه بهش کلمه احمق رو میگن دوباره عصبانی میشه و کتکشو میزنه و خیلی وقتا هم کتک میخوره. هر باری هم که ضربه‌ای به سرش وارد میشه یه سری خاطرات قدیمی رو به یاد میاره و یه بار که مادر به دیدنش میاد با عصبانیت دوجون بهش میگه که تو یه بار میخواستی جون من و خودت رو با هم بگیری و توی قضامون سم ریخته بودی، بعدم کاری کردی که فراموش کنم. مادر با شنیدن این جمله یهو حمله عصبی بهش دست میده، فریاد میزنه که به خدا قسم این نبود، فقط خسته بودم، میدونستم دنیا داره جفتمون رو نابود میکنه. بعدم از یه تب سوزنی که بلدم استفاده کردم تا بتونی این چیزها رو فراموش کنی تا خاطرات بد تو ذهنت نمونه. الان اگه حاضر باشی دوباره همون کارو انجام میدم، چون میدونم این خاطره چقدر داره اذیتت میکنه. اما دوجون باش حرف نمیزنه و از اونجا میره. مادرم با ناراحتی از زندان خارج میشه. یه روز دیگه مادر به یه مغازه میره تا عکسی از این دختر قربانی رو چاپ بکنه و سایز بزرگ به بقیه نشون بده. اینجاست که یه رفعه این زن صاحب مغازه میگه که من این دختر رو به یاد میارم. یه مدت پیش اومده بود تو این مغازه و میخواست چند تا عکس از توی گوشیش چاپ بکنه. یه رفعه هم از دماغش خون اومد که فهمیدم چقدر استرس داره. چشماشم خیلی نگران بودن و کلا رفتارش معلوم بود چقدر استرس داره. یه دوستی هم همراهش بود که صورتش زخمی بوده. مادر اطلاعات اون دوستو میگیره و شروع به گشتن دنبالش میکنه، چون مطمئنه که اون حتما یه سری چیزها میدونه. بالاخره هم پیداش میکنه و میپرسه اون روز رفته بود چیو چاپ بکنید. این دخترم میگه دوستم میخواست از گوشیش چند تا عکس چاپ کنه و بعد از اتفاقی براش افتادم دیگه هیچ کس نمیدونه گوشیش کجاست و چه اتفاقی براش افتاده. وقتی که دختر داره تنهایی میره خونه، دو تا پسر یه گوشه گیرش میارن، یکم کتکش میزنن و مادرم داره از دور تماشا میکنه. این پسرا به دختر میگن که گوشی دوستت کجاست، اونو باید سری برامون جورش کنی، چون روش چه چیزی هست که باید از بین بره. مادرم میاد جلو و موفق میشه این پسرا رو فراری بده و شب به دیدن دوست پسرش یعنی جین میره. ازش میخواد که این دو تا پسر رو گیر بیاره و کتکشون بزنه و ازشون اعتراف بگیره که توی اون گوشی چی دارن که انقدر براشون مهمه. در ازای این کارم هرچی پول داره رو به جین میده. جین هم براش همین کارو انجام میده و وقتی که از پسرها اعتراف میگیره متوجه میشه که دختر قربانی توی گوشیش یه سری عکس از مردهای مختلف داشته. تمام مردهایی که مجبورش میکردن تا باهاشون رابطه داشته باشه تا در ازاش بهش پول، غذا یا چیزهای مختلف بدن. وقتی اینا رو به مادر میگه جفتشون نتیجه میگیرن هر کسی اون بلا رو سر دختر آورده عکسش توی این گوشیه بوده و میترسه که یه جوری آمارش لو بره و برای همینم رفته سراغش. از اون طرف هم یه خبر دیگه به مادر میرسه که دوست همون دختره بهش میگه یادم گوشی دختره افتاده بود تو آب و به خانواده‌اش داد که بذارن یه جا تا خشک بشه. مادر خودش رو به خونه یه خانواده همین قربانی میرسونه و توی سبدهای برنجشون رو میگرده و موفق میشه لای یکی از اونها گوشی رو پیدا کنه. روز بعدی به دیدن پسرش میره و حالا گوشی روشن شده و تمام عکسای داخلش رو به اون نشون میده. ازش میپرسه اون شب که میومدی خونه هیچکدوم از این مردها رو دیدی یا نه. دوجون یکی از عکسها رو نشون میده و میگه آره این مرد رو من همون شب دیدم، اون نزدیکی داشت قدم میزد. بعدم به مادر میگه که چه لباسی پوشیده بود و یه رفعه مادر یار اون مردی میفته که ازش چتر خریده بود. این شخص دقیقاً همون مرد چتر فروشه. حالا با یه سوال و جواب از افراد محل موفق میشه خونه این مرد رو پیدا کنه و میره اونجا و خودش رو به عنوان یکی از اعضای تیم پزشکی معرفی میکنه که میخواد در مورد قتل اون دختر سوال و جواب کنه. به مرد میگه شما اون شب همون نزدیکی‌ها بودی و لطفاً به من بگو که چی دیدی و چه اتفاقاتی
اتفاقاتی افتاده بوده. حالا اعترافات این مرد مادر رو به شدت شوکه میکنه. مرد میگه که من داشتم قدم میزدم و یه رفعه پسرتون رو دیدم که جلوی یه راهروی تاریک وایساده. اون دختر بیچاره هم تو همین راهرو بود که سنگی و طرف پسرتون پرت کرد و بهش گفتش که گم شو احمق، چرا انقدر دنبالم راه افتادی. یه رفعه پسرتون خیلی عصبانی شد، سنگ گنده رو برداشت و پرت کرد طرف دختر که خورد به سرش. بعدم دختر رو کشون به پشت بوم و مثل بچه‌ها فکر کرد که اگه زیر چند تا لاف قایمش کنه هیچ کسی متوجه قضیه نمیشه. حالا دیگه فهمیدیم که این پسر واقعا گناهکاره. اما مادر چی کار میکنه؟ یه رفعه به این مرد حمله میکنه، با چند تا ضربه جونش رو میگیره. بعدم فندکی روی زمین میندازه تا کل خونه رو با آتیش بکشه و این حقیقت رو کاملا پنهانش کنه. بعدم از اونجا فرار میکنه و همینطوری قدم میزنه که میرسه به یه علفزار و همون سکانس اول فیلمو میبینیم که تو علفزار برای خودش میرقصه. مادر دیگه فهمیده پسرش واقعا این کار وحشتناک انجام داده و حالا خودش هم یه کار خیلی وحشتناک‌تر مرتکب شده. روز بعد دوباره محل کارش برمیگرده و سعی میکنه زندگی عادیشو در پیش بگیره که یه رفعه کارآگاه مسئول پرونده به دیدنش میاد. بهش میگه که فهمیدیم پسرتون بیگناهه. یه نفر رو پیدا کردیم که خون اون دختر رو لباسش ریخته بوده و حالا مطمئنیم که اون گناهکار اصلیه. وقتی مادر با دیدن این گناهکار اصلی میره متوجه میشه که اونم کون ذهنه و خب اصلا نمیتونه درست صحبت بکنه و هیچ خاطره ای هم به یاد نمیاره. اما مادر با یه نگاه و چند تا سوال و جواب ساده متوجه اصل قضیه میشه. یادتونه که این دختر وقتی به فروشگاه رفته بود یه دفعه خون دماغ شده؟ این اتفاق خیلی وقتا میافتاده. یه بارم با این پسری که الان گناهکار اصلی داشتن رابطه برقرار میکردن که یه دفعه خون دماغ شده و خونش رو لباس این پسر ریخته. برای همینم هم هست که لباسش خونی و به جرم اون انداختن زندان. در واقع این مرد کاملا بیگناه و دو جون همون کار وحشتناک رو انجام داده. اما مادر این حرفو به هیچ کسی نمیزنه. وقتی هم به دیدن این مرد میره فقط اشک میریزه و این مرد فقط یه جمله میگه: خواهش میکنم گریه نکن. مادر اشک میریزه که این پسر هیچ مادری نداره تا بتونه مثل خودش از پسرش دفاع بکنه و بیگناهیشو ثابت کنه. اما بازم حرفی نمیزنه و باعث آزادی پسر خودش میشه. خیلی زودم جین همراه دوست دخترش به دنبال دو جون میرن و از زندان میارنش و وسط راه هم از کنار همون خونه پیرمردی رد میشن که مادر جونشو گرفته بود. وقتی هم دو جون به خونه میاد همچنان طوری رفتار میکنه که انگاری کاملا بیگناهه و مادرم هیچ حرفی حقیقتی که فهمیده بهش نمیزنه. یه روزم میخواد با چند تا از پدر و مادرهای دیگه به یه توری برن که با هم دیگه کم خوش بگذرونن و برقصن و توی اتوبوسن و پسرش هم کنارشه. دو جون یه رفعه از کیف خودش یه صندوقی رو در میاره که برای تب سوزنی مادرش بوده. بهش میگه: وقتی که دیدم اون پیرمرد جونش گرفته شده رفتم به خونهش و دیدم که این لوازمت اونجا افتاده. اگه پلیسا اینو پیدا میکردن مطمئن میشدن که تو جونشو گرفتی و مقصر اون اتفاقی. یعنی حالا هر دوشون کارهایی که کردن با خبرن. پسر بعد اینکه جعبه رو به مادر میده از اتوبوس خارج میشه. مادر سوزن داخل اون رو برمی‌داره و به پای خودش میزنه و همون تب سوزنی رو انجام میده که باعث فراموشی خاطرات بد میشه. اینطوری اتفاقاتی که افتاده رو یاد میبره و سپس شروع به رقصیدن با بقیه پدر مادرها میکنه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. با فیلمایی که از آسیا توی کانال میذارم باید تا الان فهمیده باشید که عموما سینمای کره جنوبی یا سینمای ژاپن میان یه درام رو برمی‌دارن و یه سری عنصر تاریک و ترسناک بهش قاطی میکنن و یه فیلم اسلشر یا حالا ترسناک یا سبکای اینطوری بهمون تحویل میدن. از جمله فیلم اولد بوی که قبلا توی کانال گذاشته بودمش میتونید از این بالا ببینید. این فیلم دقیقاً میخواد عشق مادرانه رو نشون بده، ولی خب توی محتوای فوق العاده تاریک. محتوایی که ما از اولش دنبال اینیم تا بیگناهی دو جون رو ثابت بکنیم، کاری که مادر هم داره انجام میده. ولی وقتی آخرش میفهمیم واقعا این کارو انجام داده، اصلا انگاری همه چیز رفعی تموم میشه. ولی بازم قضیه بدتر پیش میره. همون کاری که مادر انجام میده یا اون لحظه آخر که تصمیم میگیره خاطرات خودش رو فراموش کنه تا چیزهای بد رو به یاد نیاره. این چیزیه که ما رو به فکر فرو میبره. یعنی تا حالا چند بار دیگه مادر این کار رو انجام داره با این تب سوزنیه تا کارهای وحشتناک خودش و پسرش رو فراموش بکنه. دلیل این حرفم هم همون کاری هست که یه بار مادر میخواسته انجام بده، میخواسته جون خودش و پسر رو بگیره و معلوم نیست اون موقع هم چه اتفاقاتی افتاده بوده که تصمیم به همچین کاری گرفته. خلاصه که فیلم مادر یکی از خوبهای کره جنوبی. اگه خوشتون اومده میتونید از کانال تلگرام و ربات گلاسیا دانلودش بکنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. فیلم های پیشنهادیتون رو با هشتگ پیشنهادی بنویسید. روزتون هم گلاسی.